پس از ولسوالی فایزابات جوزجان اکنون خانه های مسکونی روستاهای تلیگک و قرشیگک ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در آتش مرموز می سوزد. در جریان چند روز اخیر دست کم 16 خانه رهایشی در این روستاها آتش گرفته و تا اکنون حلت آن معلوم نیست باشنده های این محل جریان آتش سوزی را این گونه روایت می کنند روز جمعه یک کمی در گرفت روز جمعه در گرفت باز ما گفتیم بیا یه بچه و داده باشه باز روز جمعه ایره خانه میمانخانه را قلف کردیم قلف چیز کردیم قلف کردم پس رفتیم بازار بازار رفتیم اومدیم گفت بچه زنگ زد گفت پدر باز خانه در گرفت خانه و گرفت باز خودیم اومدیم باز ساعت یگان یک بجه بود یک بجه یا وقت کو دمی یا خانه دیگه بود یک баора чизоиш буд баора чизоиш буд як ват гуфт хона падар дар гирифт рафтим хона дар гирифт ват и халос шуд я хона биродаримбод нав дидин аму она ки дар гирифта я ват пок мкаммал даргирифт о қа ас к танока дар намегира к соат як ҷо дар мегира в к соат к ои да дари дафъааав а این مسلمان ها از ترس خانه که در میگره گفته چیزای خود این در این منطقه کشیده بوده پس این منطقه را دیدیم که یک یک دن در گرفته اون یک اول دیگه اینا را قوماش میشه که که در اون مسلمان در اینجا دوچی بوده آمده در اینجا سعی کرده که اینجا در گرفته رفته که خانه خودش فیلن ما شما مو میبینیم در هیچ چیز نمانده این جوان نقیب نام دارد و یک سال می شود که عروسی کرده است. وی می گوید آتش سوزی ها در این روستاها تمام وسایل خانه اش را نابود کرده است. من خودم سر کار بودم، مزدور مردم بودم. یک وقت خانه زنگ زد که همه تو خانه آتش گرفت. من خودم نبودم، مامایم چیزا را کشیده بوده. یک این ما قالین مانده، دیگه چیز خاص نمانده دادم. تلیگک و قرشیگک دو بزرگ ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است که در آن بیش از سه هزار خانواده زندگی می کنند. بزرگان این محل با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی خواستار کمک به خانه های آسیب دیده اند. کمک اینم بعضی فامیل ها خوش آدم تنش برای کالا نمانده باشه دیگه چیزی نمانده و کمک خود داره و کمک اقتصادی <applause> و کمک اینم کالا مالایش ملیا و میچیزایش توی شکایش کلیشان از بین رفته دیر روالی سایی و قماندان صاحب و امنی رئیس صاحب آمده بودن یک چیز نقدی همینا کمک که هم بسیار محدود است ها دیگه در زندگی بعضی فامیلا دیگه در زندگی هیچ چیزی برایشان باقی نماندن اقلا که جدتنشان یا کالایی که دارند اما کالایش کشیده یک امسای دیگری که برش داده اما کالایش شستشو کرده و هم در گرفته وبين هول مسولان محلي از تلاش ها جهت د دستګيري از خونواده هاي كې درې ناتش سوزي خسارات دیدند اطمينان ميدهات سومو د کې يا پيخه را مستسوي ده چې د طبيعي وور لګيدنه ده هغه چې د تليګه <تصفح> کو پسمه کې پيخه سوي ده تقريبا 15 18 ورځې کېږي چې دغه پيخه سوي ده او تقريبا 38 سو کورونو چې پرونو راځه له ولایت څخه محترم والي س محترم هم راغلي وو ماندار دی امنیر غلیو او رئیس د اقتصاد هم را غلیو او د احوالات طبيعي او رئیس هم را غلیو نو دوی مکمل د خلکو سره لیدنه وکړه او خلکو ته اطمینان ورکړو او څنګه څنګه نقد همکاري هم سره وکړه او بل اطمینان ورکړو چې ان دوی سره به پرپر همکاري هم کیگی. این در حال است که از چند هفته به این سو آتش در روستای بالاموردیان مردیان ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان ادامه دارد که دهها خانه مسکونی در نتیجه آن سوخته و صدها خانواده از خانه هایشان آواره شدهاند.